آمین که ایمان دارم امروز هم به فیض خداوند ما عیسی مسیح، به قول سعدی شیراز، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری. آمین. مخصوصا که عزیزان در این ضیافت مقدس هستیم، در این ضیافتی که قشنگترین نامش ضیافت یادگاریه، که به یاد ما میاره که این نان حقیقی، این نان حیات چه بهایی روی صلیب داد، چطور شکسته شد تا امروز از شکستگی های او ما امروز از این مواهب میز مقدس، این مذبح عشا بهره‌مند بشیم. و یک بار دیگه جانهای ما اگه در موت خستگی خم شدگی به حیات منتقل شه. آمین که امروز با ایمان از این تغذیه روحانی، از این نان مخفی، با ایمان، با باور برخوردار بشیم، بخوریم، جان ما از فربهی سیر بشه عزیزان، تا جانهای ما در آزادی شفا قرار بگیره، تا در نهایت وارد یک رابطه صحیح‌تر و درست‌تر با خداوند قرار بگیریم. ایمان دارین که این ممکنه؟ ایمان دارین که فقط این سمبول نیست؟ حقیقتا هیچ چیزی مثل این سفره و یادآوری کار عیسی مسیح قلب من رو پر از امید و شکرگزاری نمی‌کنه. امیدوارم که امروز روز خوبی رو شروع کرده باشین. شروع کردین؟ یعنی به قول ایرانی‌ها روی دنده راست بلند شده باشید. چون خیلی وقتا عزیزان یک شروع خوب میتونه کلی ما رو شارژ کنه و تحملمون رو در مقابل بادهای مخالف، در مقابل مصائبی که یهویی تو زندگی ما میاد، خیلی تحملمون رو میتونه بالا ببره، نیست؟ برعکس یک شروع بد هم میتونه همه چیزهایی که وارد زندگی ما میشه، حتی اگه معمولی، تیره و تار کنه. همه چیزها به نظرمون خیلی بد بیاد، حتی اگه یه چیز زیبا، مثلا یه گل سرخه، باورمون نمیشه که این چه خوشحال باشه چه ناراحت، این گل سرخ زیباست. اگه خاری هم خدا تو اون گذاشته برای اینکه منو تو به اون دست رازی نکنی، ولی در ماهیت خودش زیباست. باید بگم همه اتفاقات بد و خوبی که در زندگی ما پیش میاد، مخصوصا این اواخر، زندگی های ما رو، دیدگاه ما رو، شخصیت ما رو میتونه بسازه. یه روز قایق زندگی ما، مخصوصا قبل از کرونا خیلی اینو شاید تجربه کرده باشین، قایق زندگی ما روی دریای آروم داره حرکت میکنه، انقدر آرومه که یه موقع حوصله‌مون سر میره، انگار خوابمون میگیره، و شروع میکنیم به رویا بافی، شروع میکنیم پلنهای مختلف ریختن، و خیلی این امر بر ما مشتبه میشه که کنترل همه چی تو دستای ماست، نیست؟ یه روزی هم قایق زندگی ما برای اینکه یکم حال ما رو جا بیاره شروع میکنه به تکون خوردن، و طوفان و گردباد شروع میکنه به این قایق وزیدن. تجربه کردین؟ و اینجاست که عزیزان اون آرامی، اون حوصله سر رفتن، اون خیال بافی ها یهوی جای خودشو به ترس و استراب میده، ترس و نگرانی رخنه میکنه در وجود ما، و گاهی عزیزان انقدر این تکونها شدیده و غیر قابل تحمله. نمیدونم سوار قایق و کشتی شدین؟ آدم حالت تهوع میگیره وقتی به وسایلی که جمع کرده توی قایق گذاشته نگاه میکنه، وسایلی که یه روزی چقدر براش ارزش داشت، چقدر براش اهمیت داشت، دلش میخواد همه اونا رو توی آب بریزه، فقط چیزی که براش مهمه که کشتی نجاتش به ساحل برسه، غرق نشه این کشتی، فقط این براش تو اون لحظه مهمه. همه چیزایی که یه روزی براش ارزش داشته انگار اهمیت خودشو از دست میده، فقط چیزی که تو قلبشه یک ساحل امن. اگه مثل تعداد اندکی از افرادی که بین ما هستن
خوشبین باشیم، از موج‌هایی که پر نشیب و فرازه به قایق ما محکم میخوره خیلی خوب میتونیم استفاده کنیم. از این بادها استفاده میکنیم چون میفهمیم قایق رو هل میده و خیلی زودتر به اون مقصد نهایی میرسونه. برای همین شروع میکنیم تونتون به پارو زدن. این خصوصیت آدمای مثبته. ولی اگه آدم منفی و بدبینی باشی، موج‌ها چه کوچیک چه بزرگ خیلی راحت میتونه تیشه به ریشه تو بزنه و یأس و ناامیدی رو توی قلبت بیاره. چون کم کم این طوفان‌ها چی میشه؟ باعث میشه خودتو و خداتو کوچیک و کوچیک‌تر ببینی و موج‌ها رو، طوفان‌ها رو بزرگ و بزرگتر ببینی. امیدم عزیزان اینه، امید خیلی بزرگی دارم که امروز خدا، یهوه خدا تکلم کنه و این درد بیدرمون، این درد درونی که تو خیلی ماها هست، اون بدبینی، اون منفی‌نگری، به واسطه این میز مقدس خداوند هم سفره شدن با این نان حیات، یک شفا و آزادی درونی در تک تک ما، چه این بدبینی شدت داشته باشه چه ضعف داشته باشه، بیاد و شفای آنی و حیات رو به ارمغان بیاره. کمربند دلهای خودتون رو بستین، آماده ای؟ میخوام راجع به بدبینی صحبت کنم. بدبینی ضعفی عزیزان که اگه درمون نشه، دردها و رنجهای خیلی زیادی در تن فرد و اطرافیانش، به خصوص نزدیکانی که با اون زندگی میکنن، میآفرینه. و کم کم این بدبینی، منفی نگری بر تمامی شخصیت اون فرد حاکم و غالب میشه، جزی از شخصیتش میشه و چی میشه؟ کم کم تبدیل به یک گناه مهلک میشه. چون این بیماری عزیزان اعتماد افراد و نسبت به همدیگه نابود میکنه، خدشه‌دار میکنه و همکاری در بین اجتماع، کلیسا و خدمت رو از بین میبره. افراد بدبین عزیزان نمیتونن با یک موضوعی که پیش اومده بی‌طرفانه نگاه کنن، با یک موضوعی بدون که فقط در چارچوب ذهنی خودشون فکر کنن به اون، یعنی خیلی باز به اون نگاه کنن، نمیتونن بررسی کنن. دائم باید برای هر چیز کوچیکی برای اونو دلیل و برهان‌های قاطع بیاری، تازه بعد از اینکه دلایل میاری، هر واقعی کوچیکو تفسیر براشون میکنی، آخر میبینی روی چارچوب ذهنی خودشون چسبیدن. در نتیجه این افراد عزیزان خیلی راحت در معرض قضاوت‌های نادرست، غیبت و جدایی در بدن مسیح میشن. وقتی میخوایم نگاه کنیم، ما میخوایم بدبینی رو نگاه کنیم، عوارضش رو نگاه کنیم، این مشکل رو بشناسیم عزیزان و در نهایت با قدرت خون و بدن عیسی مسیح، ایمان دارم که خدا میتونه، آمین، یک سرسوزن از خون عیسی مسیح شفا دهنده است و رهایی آزادی برای تک تک ما میاره. به لحاظ علت شناسی فقط وقتی نگاه میکنیم، علتهای خیلی زیادی میتونه در ایجاد بدبینی دخالت داشته باشه. از عوامل زمین ساز اون در محیطی اگه زندگی کرده باشی که زورگویی باشه، اجحاف باشه، ترس باشه، اینا همه از عوامل زمین سازه. طرد شدگی اگه باشه در زندگی ما، همینطور تجربه های ناخوشایندی که ما با افراد داریم، بی اعتماد میشیم، بدبین میشیم. همینطور این قسمته که یکی از ویژگی‌هایی که وارد این افراد میشه، این تجربه ناخوشایند رو تجربه میکنن، قسمتی که از نظر ارثی یه ژنی به اونا وارد میشه، ویژگی‌های ارثیه که میتونه نقش داشته باشه. و متاسفانه گفته شده این موزل در جوامع شرقی خیلی زیادتر دیده میشه از جوامع دیگه. افکار خودکشی دیدیم آماره شده این افراد و افراد بدبین دائما فکر خودکشی میکنن و زنین هستن،
به خیانت در بین زن و شوهر رو که نگاه میکنی، ذهن شکاک دائما وفاداری همسرش رو در تمامی حیطه‌ها عزیزان زیر سوال میبره. کلن میتونم بگم این اختلال شخصیت میتونه در تمامی حیطه‌های روابطی مثل یک ویروس رسوخ کنه و کج فهمی‌های خیلی زیادی رو به وجود بیاره. درمون اون چیه؟ یه مقدار یک صدم شاید شناخت به شما داده باشم. درمونش چیه؟ آیا طب پزشکی امروز راهی داره که غلبه کنه بر این درد، بر این بدبینی؟ در حیطه روانشناسی وقتی نگاه میکنیم راهکاری رو که عزیزان ارائه میده، دارو درمانی، رفتار درمانی، محیط درمانی، در نهایت خانواده درمانی، ولی بازم به نظر میاد پاسخی به این موزل کاملا داده نمیشه. فقط ریشه ها رو بررسی میکنن، علت ها رو بررسی میکنن و اون شخصی که در این درد درونی هست در نهایت با یه پرونده زیر بغلش اطلاعات رها میکنن. آیا مسیحیت چی عزیزان؟ جوابی برای این درد داره؟ آیا میتونه جوهر و هسته مرکزی این درد رو خونسا کنه؟ ما امروز عزیزان به یاری روح خدا میخوام به یکی از شخصیت‌های کلام خدا، خدا رو شکر برای کلام خدا که در همه قسمت‌ها دلگرمی بزرگه، ما خودمون رو میتونیم در اون پیدا کنیم. یکی از شخصیت‌های کلام خدا که امروز می‌خوایم پردازشش بدیم و این حس دردناک رو از طریق تجربه این مرد خدا متوجه بشیم، ایمان دارم قدم بزرگی می‌تونیم برداریم به سوی آزادی و شفا. همطور کمک می‌کنه به ما عزیزان که یه دید درستی داشته باشیم، یعنی به جای قضاوت و داوری با رحم و شفقت نگاه کنیم. اگه خودمون هستیم، اگه اطرافیانمون هستن، حقیقتا یه قلبی میده که بیشتر دعا کنیم. شخصیت قهرمان ما کیه عزیزان؟ کسی هست بدونه؟ تومای شکاک. همه میشناسین؟ کسی هست نشناسه؟ یکی از حواریون عیسی مسیح بود عزیزان. به احتمال زیاد شعاری که روی پیشونی مرد خدا حک شده بود، من میدونستم هرچی سنگ ما رو پای لنگه، از هرچی میترسیدم بالاخره سرم اومد. اگه آفتابو میدید که داره طولو میکنه، میگفت میدونم طولی نمیکشه، الان بارونی میشه. اگه میگفتی تو ما جان چقدر خوشتیپ شدی، میگفت میخواد فقط منو تحت تاثیر بذاره. اگه تشویقش میکردی، میگفتی واقعا تو گنج تو توه، میگفت اصلا میدونم. اون ذهن ناباورش شروع میکرد به کار کردن، اصلا منو قبول نداره، فقط داره همینجوری میخواد دل منو خوش کنه. عزیزان داستان برادر توما داستان مردیه که وقتی گوش میکرد، میخوام خوب گوش کنی، تمام رادارهای نه روحانیش بلکه دفاعیش در تمامی جهت شروع به چرخش میکرد. در یک آن پر از ذهنش نمایشای ذهنی میشد. حالا میخوام تصور کنین عزیزان، اگه یه مقدار متوجه شدید، وقتی عیسی داشت شاگردا رو انتخاب میکرد، میخوام تصور کنید این مرد چه حسی داشت. میخوام کمکتون کنم در این تصویر داشتن. من تصور میکنم عقبتر ایستاده بود و نگاه میکرد عیسی مسیح داره شاگرداش رو انتخاب میکنه و زیر لب دوباره گراموفون منفی شروع به کار میکرد. من میدونم هرگز منو انتخاب نمیکنه، چون چیز خوبی در من نیست. و عیسی وارد صحنه میشه، شروع میکنه به صدا کردن منتخبین، پتروس و آندریاس. با شنیدن این دوتا اسم چه حالی میشه؟ شروع میکنه ذهنش به تصویرسازی و منفی بافی، تحریف کردن تمام مسائل. البته من میدونستم، من میدونستم
این دو نفر از اول نور چشمی عیسی مسیح خداوند بودن. بعد عیسی مسیح شروع میکنه یعقوب و یوحنا، صدای در ذهن توما شروع میکنه به صحبت کردن. پسر خاله هاشه، اصلا پروازن، فامیلاشه، اصلا برای این رو دعوت کرد که تاییدش کنن، فقط پشتش باشن، هواشو داشته باشن. و عیسی مسیح ادامه میده، فیلیپوس و نتنائیل. فیلیپوس رو که قشنگ میدونم، خودم از اول میدونستم، یکی سفارششو کرده. نتنائیل که تا عیسی رو میدید میرفت زیر درخت آلبالو، ببخشید زیر درخت انجیر، میشست کتاب مقدس میخوند، چون میخواست عیسی مسیح رو تحت تاثیر قرار بده. بعد یک دفعه عیسی مسیح خداوند از دهان مبارک و پرمهرش اسم متا و توما بیرون میاد و در یک لحظه از اون توما با شنیدن اسمش از دهان مبارک عیسی مسیح تمام پیشفرزاش، تمام اون چیزهای منفی که در ذهنش ساخته بود فرو میریزه. مگه میشه مرد هشتم در بین شاگردای عیسی مسیح؟ مگه میشه؟ حتما یک اشتباهی رخ داده. اصلا چرا دارم اینقدر داستان پردازی میکنم؟ چون ایمان دارم عزیزان، ایمان دارم این اولین قدم برای درد بی درمون غلبه بر بدبینی توما بود، اولین قدم. چون عیسی مسیح عزیزان قبل از اینکه اسم او رو صدا بزنه، چشمای نافذش توما رو دیده بود، او رو دید، قلب مجروح او رو دید، پتانسیلی که در توما بود دید، دید که چطور یک روز همین توما چه تاثیرگذاری میشه، چه شاهدی میشه که عیسی مسیح خداوند رو جلال میده. توما در یک لحظه عزیزان فهمید که چقدر میتونه بدون قید و شرط، بدون باید و نباید، مورد پذیرش و محبت خدا قرار بگیره. این حس پذیرفتگی عزیزان، این حسی که از چشمای خدا پذیرفته شده بدون هیچی، یک قدم خیلی بزرگ به سوی آزادی برای توما بود. و امروز این که عزیزان، اگه تو باور کنی، تو که اینجا نشستی، تو همین الان که اینجا نشستی، خدا تو رو میبینه، توی که از طریق رسانه ها داری نگاه میکنی، من نمیدونم تو چه چالش و ضعفی هستی، تو چه مشکلی هستی، تو چه عدم امنیتی هستی، تو چه استراب و ترسی هستی، چه حس ترد شدگی که سالها از زمان بچگی داری حمل میکنی. میخوام به تو بگم او هرگز به گذشته تو، اشتباهات تو نگاه نمیکنه، او به قابلیت تو نگاه میکنه، او نگاه میکنه که چطور تو تبدیل خواهی شد، چطور از موت به حیات منتقل خواهی شد. او بدون محکومیت تو رو نگاه میکنه، او با رحم و شفقت تو رو نگاه میکنه عزیزم، او با ایمان تو رو نگاه میکنه. باور میکنی؟ دوم تواریخ باب 16 آیه 9 میگه عاشق این آیم چون با تمام سلولای بدنم این رو تجربه کردم، چشمان زیبای خداوند در تمامی جهان تردد میکنه، در میان 4 میلیارد انسان داره میگرده تا کسی رو پیدا کنه که باور کنه اون شخص، که خدا میتونه به شکل عظیمی در وجود او، در زندگی او، در شخصیت او کار کنه. عزیزان خیلی مهمه، چون خیلی نگاه ها گزنده و تلخه. ما با خیلی نگاه های سرزنش آلود بزرگ شدیم و باورمون نمیشه که اگه یک بار نگاه پر از پذیرش عیسی رو تجربه کنی، زندگی تو چقدر تبدیل میشه. من شخصا در یک فضایی که پر از بدبینی بود بزرگ شدم، دوران کودکیم، دوران نوجوانیم، پدرم یک نظامی بود و گاهن به ماموریت‌های سری در خارج از ایران برده میشد و هر بار که او، از خاطراتی که از بچگی دارم، احساس میکردم
یعنی می دیدم که چقدر ذهن او پر از شکه، انگار یه جوری تو اون سیستم به او القا کرده بودن که به هیچکی نباید اعتماد کنه. همه چیز و اطرافیان و به خصوص نزدیکان جاسوس می دید. فکر می کرد همه می خوان از کار او سر در بیارن، به خصوص اون نگاه هایی که به مادرم می کرد، به اطرافیان می کرد، چقدر از نگاه های او فراری بودن. اولین بار عزیزان که سر سجاده نمازم عیسی مسیح و نگاه پرمهر او رو در اون تولد تازه تجربه کردم، فقط میتونم بگم یک موجود که مرده بود در وجود من احساس کردم حیات پیدا کرد، قد علم کرد. وقتی نگاه پرمهر عیسی رو، اولین چیزی که تجربه کردم نگاه پرمهر او بود و دعوت او که با او زندگی کنم، به دعوت او لبیک بگم. میتونم بگم تمام اون بدبینی ها، بیعتمادی ها نسبت به اون نگاه های بدبینانه فرو ریخت، هرچند در یک پروسه شفا قرار گرفته بودم. یادمه در اون لحظه دیگه اون حس رو به پدرم نداشتم، که یه حسی پر از شفقت و محبت بود. یک لایه های زخیمی در اون ساعت 3 و 4 صبح بود که اون ملاقات شد از وجود من ریخت و دیگه هرگز من اون آدم قبلی نبودم. از اون یه چیزی در نگاه خدا وجود داره که انگار به تو قدرتی میده، به تو یک روحی میده که چیزایی که قبلا اصلا فکر نمی کردی بتونی انجام بدی، انگار یک توانایی در تو میرزه که تو میتونی هر کاری رو انجام بدی، چون میفهمی که اون ارزش‌های تو رو نگاه میکنه عزیزان، اون نورها رو در تاریکی نگاه میکنه. نگاه پرپذیرش او عزیزان، چشمای پرمهر او تو رو بلند میکنه و از این نگاه‌هایی که بدبینانه است بدترین تو رو بیرون میاره. اینا رو من حس کردم، ولی بعضی از نگاه‌هایی که پاک و با ایمانه انگار بهترین تو رو بیرون میاره. تازه بعد از اون موقع که تو این ملاقات رو میشی، زندگی تو شروع به تبدیل شدن میکنه. مثل توما عزیزم، مثل توما. تازه توما وقتی که ملاقات شد در اون لحظه اسمش رو شنید، نگاه عیسی رو دید که دنبال چهره اون میگرده تا اون رو صدا کنه، تازه بعد اون دوباره و دوباره شکست خورد. ولی همون ملاقات اولیه باعث شد که به اون قدرتی بده در تمامی انعطاف ها، مشکلات، هرگز پاشو پس نکشه، به انسان و خدا تا آخر وفادار مون. میبینیم در انجیل یوحنا باب 11 دوباره شکست تو ما رو میبینیم عزیزان. عیسی با شاگرداش داشت در کفرنهوم راه میرفت، قدم میزد، یه دفعه بهش خبر دادن دوست تو ایلازه در بیتانیا مشرف به موته. داستان‌های زیادی اونجا، گفتگوهای زیادی شده، ولی بالاخره عیسی مسیح بعد چند روز تصمیم میگیره بره بیتانیا. بهش رو میکنه، به شاگرداش میگه بیاین نزد او برویم. و دوباره بدبینی توما شروع به غلبه میکنه، میگه بیاین با هم بریم، بیاین ما هم بریم، با هم بریم تا با هم بمیریم اونجا. اصلا چرا این فکر رو کرد؟ عیسی میخواست بره اونجا شفا بده. چرا تو ما این فکر رو کرد؟ وقتی نگاه میکنیم در بیت انیا اتفاقات خیلی بدی افتاده و پیشوایان قوم یهود بارها و بارها میخواستن عیسی مسیح رو بکشن و اون چو زمینه بدبینی داشت، همه شاگردا دیده بودن، ولی او فقط احساس استراب و ترس میکرد. فکر میکنه اگه با عیسی وارد بیتانیا بشه دوباره یه اتفاق وحشتناک میفته. اصلا چند نفر از شما خدا وکیلی ما جلو خدا فقط میتونیم یه حقیقت و راستی باشیم نیست؟ با یه اشاره، با یک نشانه مشکل دوچار وحشت میشیم، با اولین نتیجه آزمایش منفی، با اولین نامه ردی که دریافت میکنیم نیست؟ نامه رو باز میکنیم، تو رد شدی، یعنی تمام زندگیت فرو میریزه. با اولین بحران مالی که میشنوی، اولین کاری که میکنی
اتصال تو با دولت آسمان که دهیه که قطع میکنی. از کجا معلومه؟ از کجا معلومه روزنه های آسمان باز بشه؟ از کجا بدونم؟ چقدر باورش سخته عزیزان. بارها من تو این قسمت شکست خوردم، مخصوصا وقتی که چیزهایی رو که عبور میکنی بی اعتماد بودی. حسنا چقدر شرمنده میشی وقتی میبینی در همون قسمت ها خدا چقدر غیورانه و وفادارانه برای تو عمل کرده. نیست؟ بارها شده بعد از ایمانم از هیچ انسان شرمنده نبودم. خداوند ما عیسی مسیح خجالت و شرمهای ما رو برداشت روی صلیب. فقط یک چیز بود که بارها و بارها شرمنده شدم، که چرا اعتماد نکردم به خدا در این بحران سخت. همیشه شرمنده عیسی مسیح بودم، دقیقا مثل تو ما با ترس با عیسی وارد بیتانیا شد. ولی یه دفعه عیسی مسیح رو میبینه که مثل شیر سفت یهودا قرش میکنه، کنار قبر ایلازر ایستاده. ای ایلازر بیرون بیا، کدوم مرگی میتونه نهیب قرشگونه عیسی مسیح خداوند رو باز داره؟ کدوم مرگی میتونه ایلازر رو نگه داره وقتی عیسی نهیب میزنه؟ و اون موقع توما دوباره گفت چرا من انقدر نگران شدم؟ چرا وقتی عیسی انقدر مقتدر و بزرگه دوباره اجازه دادم بدبینی غلبه کنه؟ تجربه کردی عزیزان؟ و دوباره سه باب بعد یه صحنه فوق‌العاده عالی. عیسی مسیح خداوند قرار بود برس مصلوب بشه و شاگردان ترسان و لرزانش خواست یکم تسلی بده. سخنان دلاویز، چه سخنان زیبا شیرین. فکر کن در اون لحظه که میدونست چه فجایعی در انتظارشه، ولی به فکر شاگرداش بود. و در یوحنا باب 14 آیه 1 شروع میکنه، دل شما مضطرب نباشه، به خدا ایمان داشته باشین، به من هم ایمان بیارین. میرم نزد پدر، در خانه پدر من منزل بسیاره، میرم دوباره شما خانه آماده کنم. ولی دوباره بر میگردم شما رو با خودم میبرم، اونجایی که من هستم شما هم باشید. شما میدانید کجا میرم، راه رو هم میدانید. درست عزیزم، وسط این همه حرفای زیبا و شیرینه، عیسی مسیح خداوند دوباره پانیک میگیره، لرزه به اندامش میاد. تو ما فکر کنی چی میگه؟ ای آقا، تو تصویرم که نیست، تو نمایش تصویرگر آیه هایی که داده بودم اوکی. اصلا ما نمیدونیم ای آقا تو کجا میری، چه برسه که راهو بدانیم. فکر کن این همه خداوند تعریف کرده بود و این همه چیزهای گفته بود، مخصوصا تو این بیانیه زیباش. فقط این کجا داری میری؟ ما اصلا نمیدونیم که تو کجا میری. و چقدر عالیه عزیزا این سؤالو کرد. بعضی شکا خیلی مقدسه. وقتی که تو ما این سؤالو کرد، یک فرصتی به عیسی مسیح خداوند داد عزیزان، یک فرصت عالی داد تا یک بار برای همیشه یک بیانیه زیبا و بی‌نظیر برای همه قوم‌ها، برای همه ملت‌ها، برای تمامی مکتب‌ها، برای تمامی مذهب‌ها که میگن همه راه به خدا میرسه، این بیانیه زیبا و بی‌نظیر و فراموش نشدنی رو اعلام کنه. ای تو ما دنبال راه رو کجا میگردی؟ من راه و راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به واسطه من به پدر نمیرسه. از این شگفت انگیز نیست؟ حتی خدا از بی‌اعتمادی ما نسبت به خودش استفاده میکنه تا به خیریت ما و خیلیا تبدیل بشه. آیا شگفت انگیز نیست؟ آیا شادی و امید نمیاره در قلب ما؟ و بعد از اینکه درست چند باب بعد زمان مصلوب شدن عیسی مسیح میرسه، عیسی مسیح مصلوب میشه، دوباره قیام پیدا میکنه، دوباره توما آقای ما به هم میریزه و میره توی اتاق پرده ها رو میبنده. از کجا معلوم؟ اون که مصلوب شد
یعنی چی زنده شد؟ اصلا با عقل استدلالی من جور در نمیاد. چطور ممکنه عیسی مسیح زنده بشه؟ عزیزان، با اینکه با چشمای خودش ایلازه رو دیده بود که بعد از 4 روز از قبر برخواسته بود، دختر یایروس رو دیده بود که چطور زنده شده بود، پسر پیرزن نائینی رو دیده بود، ولی چطور ممکنه که عیسی زنده بشه؟ وقتی از ناباوری و بدبینی قلب انسان رو اسیر میکنه و تسخیر میکنه، فقط میخوام بگم هر نوع توضیح، هر نوع دلیل و برهانی برای اینجور افراد کاملا بیفایده است. البته من خودم خیلی دیر اینو متوجه شدم. چرا فکر میکنی عزیزان؟ فکر میکنی اینطور بگم، چرا به خصوص در این زمانهای اخیر که اینقدر بوق و کرناها در تمامی ملت و جهان داره به صدا در میاد، از طریق پیام‌آوران داره انجیل سلامتی و نجات بخش به گوش همه اعصار میرسه که در هیچ کس غیر از عیسی مسیح خداوند نجات نیست، زیرا اسمی زیر این آسمان به هیچ کس داده نشده که بدین وسیله انسان نجات پیدا کنه. چرا انسان‌ها نجات پیدا نمی‌کنن همه عزیزان؟ چرا؟ چون رئیس این جهان ذهنای اونا رو پر از مسائل منفی کرده. از کجا معلوم؟ از کجا معلوم که اون راه و راستی و حیاته؟ از کجا معلوم که به واسطه عیسی مسیح ما نجات پیدا میکنیم؟ همه راه ها به خدا میرسه. اینو مذهبه، چرت و پرت همه چی میگم. بله عزیزان، کاملا درست میگی، همه راه ها به خدا میرسه، ولی همه راه ها به پدر نمیرسه. فقط عیسی مسیح و راه اوست که تو رو به خونه پدر منتقل میکنه. آمین. و بعضی هم میگم باید یه چیزی ببینم در خواب و بیداری، یه معجزه، یه چیزی ببینم، چشم من باید یه چیزی ببینه. عزیزان، چرا واعظین این همه دارن فریاد میزنن توی کلیساها که عیسی داره میاد، ساعتهای آخره، مرزهای خودتو مشخص کن، خودتو تکون بده، هر گناهی که تو رو سخت به خودش پیچیده از خودت رها کن، به اون میدانی که پیش روت متمرکز باش، خودتو از این حاشیه ها جدا کن. چرا باور نمی کنه؟ از کجا معلوم؟ سال هاست دارم میگن عیسی میاد. چرا این همه وعده های عالی عیسی مسیح خداوند نادیده گرفته میشه؟ چون در اعماق وجود همه ما انسان ها کم و بیش یه مقدار ناباوری و عدم اعتماد وجود داره. آیا واقعا خدا داره میاد؟ آیا واقعا رستگاری فقط در نام عیسی مسیحه؟ وقتی شاگردان هم اومدن به توما گفتن، همین وضعیت بود. توما جان انگار یقشو گرفته بودن، ببین خداوند برخواسته، خداوند زنده شده، اومد درهای بسته اومد تو، به ما گفت سلامتی بر شماست، ما جای دستاشو دیدیم، عیسی برخواسته. توما چی گفت؟ برای من مهم نیست که اصلا شما چی میگین، تا دستم و جای میخا نذارم، تا دستم و به پاهلوی سوراخ شده اون نذارم، اصلا برای من مهم نیست که شما چی میگین، من باید چشمام ببینه تا ایمان بیارم، تا نبینم ایمان نخواهم آورد. و در یوحنا باب 20 آیه 15 میبینیم خداوند قیام کرده بعد از 8 روز در میان شاگردان ظاهر میشه، سلام بر شما باد، بیا تو ما، دستای منو ببین، دستتو بذار و پهلوی سوراخ شده من، ایمان بیار، باور کن و بی ایمان نباش. به زبانی بیا دستتو بذار روی سوراخ دستای من که به وسیله بدبینی ها و بیعتمادی های تو یه قسمتش همین بوده که ضربه خورده و زخمی شده، بیا دست تو بذار روی پهلوی من که به واسطه بی ایمانی ها و بیعتمادی های تو زخمی شده، ایمان بیار
و اعتماد کن. و توما عزیزان اعترافی کرد اونجا که تمامی پس مونده های اون بدبینی و بی‌اعتمادی در یک آن فرو ریخت. تمام اون خارهایی که سالها قلب توما رو مجروح کرده بود از قلب زخمی او بیرون اومد. تو آیه 28 میگه ای خداوند من و ای خدای من هیچ کدوم از شاگردان هرگز عیسی رو خدا صدا نکرده بودن. فقط تو ما بود عزیزان، فقط تو ما بود که یه همچین مکاشفه عظیمی از مرگ و قیام عیسی مسیح خداوند نصیبش شده بود. او تنویر ذهن شده بود عزیزان و فهمیده بود که عیسی مسیح فقط مولا نیست، خداوند نیست، پیامبر نیست، حتی مسیح مس شده نیست، پسر خدا نیست، شاه شاهان نیست. او خدای قادر مطلقه، خدای واحد حقیقی که در عیسی مسیح خداوند جسم گردید و از این بدن خون عیسی مسیح شفا و آزادی، نور و روشنایی در قلب تو بیاد. و همین امروز با تمام سلول‌های بدنت بگی ای خدا و ای خداوند من. و بری در خانوادت و در دنیا ثابت کنی که حقیقتاً او خدا و خداوند توست. آمین. چشمای خودمون چند لحظه می‌بندیم. ای خداوند، ای خداوند، ایمان دارم تو عاشق احسان نمودنی. اون چشمای نافذ و پر از مهر تو الان داره در جماعت جستجو میکنه خداوند. اون افرادی که شاید در اثر این موزل یا هر قسمت دیگه، ترس، استراب، نگرانی، ناامیدی، چطور اونا رو خم کرده در درونشون، آهایی که شاید سالها در درونشونه، شاید خداوند حتی عده‌ای هستن که با این مسائل، مخصوصا این بدبینی، منفی نگری خو کردن و جزئی از شخصیتشون شده. ای خداوند امروز تو این افراد رو میبینی، تو با چشمای پر از شفقت و رحمت میبینی. ای خداوند در این لحظه احساس میکنم که خداوند میگه افرادی در بین ما هستن که حتی به ایمان خودشون اعتماد ندارن و باور ندارن، یکی فکر میکنن ایمان بزرگی ندارن که بیان الان این شفا و آزادی و این مواهب بی نظیر میز عشا رو دریافت کنن که امروز برای هر نیازی کفایت میکنه. خداوند امروز به تو میگه خواهر و برادرم، اگه کسی که داری گوش میکنی، خداوند به تو میگه من به ایمان تو احتیاج ندارم. ایمان به تنهایی انسانی شایستگی نداره. به ایمان خود تکیه نکن. عیسی مسیح خداوند میگه حتی اگه یه ایمانی مثل دانه خردل داشته باشی، یک سر سوزن، چون ایمان تو کاری نمیکنه. بیا به اون خدای قیام کرده نگاه کن که امروز قادر فوق از فکر و تصور و دعاد عمل کنه. ای خداوند مرسی، مرسی که تو سخن میگی، از عمقهای وجود خودت سخن میگی و امروز یهوه خدا تو تکلم کردی، چون ضعف قومتو میبینی، چون تو عاشق احسان نمودنی، چون تو میخوای بچه هات نه فقط برن و بیان و عادت کنن به خیلی از مسائل، بلکه امروز خداوند مثل تو ما نور و حیات در تاریک ترین زاویه قلب و ذهنشون بتابه و امروز ایمان بیارن که در هر شرایطی، در هر طوفانی، در هر بوجهای بلند و کوتاهی تو خدا و خداوند ما هستی و حاکمیت مطلق تو و حفاظت تو، حمایت تو از فرزندان تو، از اونایی که آویزونن
به تو و محبت تو ای خداوند همیشه در حال جاری شدنه. از دعا میکنم ای خداوند در این لحظه به تو نگاه کنیم که روی صلیب آویخته شدی داوطلبانه، که بهای آزادی و رهایی و شفای ما رو در این لحظه بپردازی. و ما میخوایم با ایمان تو، با ایمان به پسر خدا، با ایمان به پسر خدا به این سفره مقدس نزدیک بشیم، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و بدن مقدس عیسی مسیح بگه آمین.